چی دارین؟ خب ساعت 6:30 و من واقعا نیاز به قهوه دارم. قهوه هم که درست کردم بعدش میام براتون همین چه توضیح میدم. خب من اصلا وقتی میخوام قهوه بخورم یوتیوب میبینم، پس میرم که قهوه بخورم یوتیوب ببینم. گایز من هم آماده شدم، الان ساعت 9، من ساعت 10 امتحان دارم مدرسه، امتحان هم امروز. فکر نکنم خیلی طول بکشه، یعنی فکر کنم یک ساعت طول بکشه مگر اینکه متن سوالا دیر بیاد، چون بعضی اوقات خیلی امتحانا دیر میاد، بعد از اون ور خیلی ما مجبور میمونیم مدرسه و خیلی اذیت میکنه این داستان. امیدوارم امتحانمون خوب باشه دیگه. یک شنبه هم امتحان فارسی داریم و خب دیگه بعد از امروز بخونم براش. توی ولاگ میشونه تو میگم چجوری برنامه ریزی میکنم. شاید هم مثلا کلن یه ویدیو راجع به برنامه ریزی و درس خوندن بذارم، نمیدونم، ولی دیگه از امروز باید فارسی رو هم بخونم. و آره امروز کلن روز شلوغی خواهد بود. از الان خستم، خیلی خستم، هنوز شروع نشده خستمه. بچه ها اینستاگرام هم میذارم اونجا، بریم فالو کنیم، اونجا هم فعالیت میکنم. و یه چیزی که میخواستم بگم اینه که قرار نیست هر روز 100% productive باشید. بعضی روزا آرومتر پیش میره، بعضی روزا اونقدر انرژی ندارید که مثلا خیلی productive باشید، خیلی کارا رو انجام بدید. یکم آرومتر، مسابقه نیست واقعا. و امروز هم یکی از اون روزاست برای من که یکم خستم به خاطر حالا فشار امتحان و اینا، نمیدونم واقعا چرا خستمه، اما سعی میکنم که بهترین استفاده از روزم داشته باشم. خب خیلی وقتی که آپدیتتون نکردم، الان ساعت 7:00 دیگه من درسم خوندم، درسونم خیلی طول کشید دیگه، الان میخوایم بریم بیرون و شبم قرار شام بریم بیرون. خب ما اومدیم بازار رکی، اینجا رستوران هم ساعت 9 رزرو کردیم، من ساعت 8:00 میام یکم اینجا هم خیلی بچرخم. هلو گایز، خب امروز که دیگه جمعه است، دیشب که منم خونه اینقدر خسته بودم که اصلا نمیتونستم هیچ کاری بکنم. بعد امروز صبح که بیدار شدم ویدیو رو دادم سر هم، دیدم یه ولاگی میشه که واقعا نمیشه پستش کرد مقدار تایمیش. بعد تصمیم گرفتم که امروز هم ولاگ کنم، یعنی ولاگ آخر هفته میشه پنجشنبه و جمعه. و آره دیگه امروز هم بهتون نشون میدم که بتونم یه ولاگ خوب درست کنم. الانم کافی مو درست کردم، دارم کافی میخورم و میخوام درس فارسی رو بخونم تا ظهر. دیگه یه کاری که کردم بهتون نشون میدم. اوکی سو الان ساعت 12:30، من درسم خوندم، ورزش کردم، رفتم حموم، فکر کنم مشخصه. الان هم نگه میخوام نهار بخورم، بعدش درس بخونم باز، و اگه بشه عصر برم بیرون که بهتون نشون میدم. و اینکه آره روز سختی هست، به خاطر این کلن درس فارسی خیلی درس سختیه، نه که بگم مثلا خیلی سخت، ولی مثلا اون قواعدشون اوکیه، اون قسمت نویسنده ها و تاریخ ادبیاتی سخته و آدم خیلی زود یادش میره، برای همین روی اونا خیلی باید فوکوس کرد و خب خیلی تایم زیادی میبره از آدم. برای همین بود که دیروز نتونستم ولاگ رو خیلی طولانی بگیرم، چون بیشتر تایممو داشتم اونا رو میخوندم و کاری نمیکردم. اما این سعی میکنم بیشتر ولاگ بگیرم که ولاگمون یه ولاگ 10-12 دقیقه بشه. و آره خب اگه بخوام مثلا یه چیزی بگم که مثلا شما بتونین اون تاریخ ادبیات رو بهتر متوجه بشین، اینه که بنویسینش. واقعا من الان روی این برگه بکنم نوشتمشون و اینطور خب بیشتر یادم میمونه،
و سعی میکنم که اینو مثلا برای مثلا امتحان میان ترمم نوشته بودم که الان نمیخواد دوباره بنویسمش. یعنی که اگه شما مثلا از قبل نوشته باشین خیلی به نفعتون، اگر ننوشتین که میتونین بنویسین. یه نکته دیگه این که سوالای امتحان ترمی که امسال برگزار میشه، چون هر استان روزاش جداست، یعنی مثلا الان که ما بریم سوالای ترم برداری مال بوشهر، زنجان، همین اومده، میتونین برین سوالای امتحان ترم همون سال مال استانای دیگه رو بخونین، چون تقریبا شباهت دارن با هم دیگه، یا مال سالای پیش، اونم خیلی کمک میکنه. و یه سری کتابم هست به طور دفترچه‌ای به اسم شب امتحان، اونا هم توش یه سری ساله، مال پارسال، مال امسال نیست. و آخر اونا یه سری درسنامه داره، اون درسنامه هم خیلی خوبن، مخصوصا الان من فارسیشو دارم میخونم، واقعا خوبه. یعنی درک مطلب و کلمات و حالا مثلا معنی های هر درس، جمله های مهمی که معنیشو باید مثلا بدونیم داخل اون درسنامه نوشته شده، خیلی مثلا عالی. گایز من اصولا اینجا درس میخونم تو آشپزخونه، نمیدونم چرا، به خاطر اینکه فکر کنم اینجا نورش خیلی اوکیه و بهتر میتونم اینجا درس بخونم، انگار تمرکزم اینجا بیشتره. از اول امتحان همین بوده، الان ساعت 1:15 من میخوام یه پارت بشینم بخونم که دیگه عصر بتونم یا فیلم ببینم یا برم بیرون و اینا. یعنی میخوام سریع جمعش کنم که اصلا ساعت 5 به بعد آزاد باشم یکم، چون الان 2 هفته از یه تیکه دارم میخونم و یه روز میتونم یه نصف روز برای خودم داشته باشم فکر میکنم. آره، پس من میرم میخونم تا 5، بعد ببینم چی میشه. حالا شادم زودتر تموم کنم، کلا من خیلی تند خوانم، یعنی زود تموم میکنم همه چیو، برای همین خیلی کارا رو میتونم انجام بدم. یعنی اگه مثلا یه نفر یه درسی رو توی 1 ساعت میخونه، من 4 تا درس رو توی 1 ساعت میخونم. و خب این فکر کنم ویژگی خوبیه، چون به کارهای دیگه هم میرسم اینطوری، مثل تفریح یا حالا کارهای دیگه، و خودم از این ویژگیم خوشم میاد و بهش افتخار میکنم. چون بعضی وقتا که با بچه ها صحبت میکنم، اونا میگن وای ما یه بار خوندیم، من اینجورم که من 4 بار خوندم، بعد یه حس خوبی به هم دست میده. نمیدونم باید مثلا خوشحال باشم راجبش یا نه، چون حس میکنم یه حس غرور و تکبر اضافیه بعضی اوقات، ولی بعضی اوقات هم به خودم افتخار میکنم. نمیدونم نظر شما چیه، توی کامنت برام بنویسین. من برم بخونم و دیگه ببینیم از چی کار میتونیم. اوکی گایز، الان ساعت 3:30 بعد من تموم شدم. من گفتم من کلا زود میخونم، از 6 تا فصل 3 تا فصلشو خوندم، بعد یعنی 6 تا فصل قبلا خوندم، من 3 تا فصل رو مرور کردم، تا 5 اینا استراحت میکنم، بعدش یه فصل میخونم که اگه خواستم برم بیرون اوکی باشم، شبم که برگشتم دو تا فصل آخر رو دوباره میخونم که امروز یه مرور کامل داشته باشم. بعد الان که 3:30 تا 5 میرم استراحت میکنم، یه اسموتی یا شیک درست میکنم، فکر کنم شیک درست کنم، بعد یوتیوب میبینم، یا پلیز کومان، اما چمبرلین، یوتیوبرای مورد علاقه که یه بار میام راجع به همهشون براتون صحبت میکنم. و آره دیگه، اگه بیرون که میرم قطعا اونم ویدیو میگیرم. فکر کنم بخوام امشب برم چارمان، اگه نمیدونین چارمان کجاست، توی شیراز ماله و غذاش خداست و من غذاش رو خیلی دوست دارم و فکر کنم به احتمال 80% میریم اونجا. گفتم تو بیکارم بیام یه کتاب بهتون معرفی کنم، چون من خودم اصلا کتاب خون نبودم تا قبل از اینکه این کتاب رو بخونم و کلا نظر من راجع به کتاب خوندن عوض کرد و واقعا کتاب قشنگیه. هم فکر کنم ترجمهشو دیدم، هم زبان اصلی. من زبان اصلیشو خوندم ولی تا جایی که میدونم ترجمه شدهشو توی بوکلند شیرازمال دیدم و میتونید برید از اونجا بگیرید. البته اونجا خب زبان اصلیشو هم داره. خب این کتاب است، It Ends With Us، که واقعا کتاب قشنگیه و این اولین کتابی بود که من تا آخر خوندم. من همیشه کتاب میگرفتم و اینجور بودم که من میخوام کتاب بخونم، بعدش 2 تا صفحه شو میخونم و میذاشتمش کنار. اما این کتاب واقعا کاری کرد که من تا آخر بخونمش، بهتون پیشنهادش میدم. خب الان ساعت 6 فکر کنم، 6:30 دیگه زدیم بیرون. نمیتونم کجا میخوایم بریم، واقعا هیچ ایده ندارم، ولی میدونم شب میخوایم بریم شیراز مال برای شام کافه چارمان، ولی الان هیچ ایده ندارم کجا قراره بریم.